به دامادم زنگ میزنم خبرش رو بهت میدم. خدافظ. تلفن تمام شد؟ آره. واسم ارتش بود، گلشنی بود؟ آره. برای خودش و دخترش بلیط سوئیسر میخواد. مثل که گیرش نیمده. بیشتر نگران و ممنوع الخروجی خودشه. صد بار بهش گفتم همه اینا برای بازی دادن مردمه. به خرجش نمیره. فعلا که خود خدا حسابی گذاشته تو کاسه این مردم قد نشناس. یعنی چی؟ همین زلزله، میدونی چند تا کشته داده؟ عذاب الهیه دیگه، شاخ و دم نداره که، همینه دیگه. مثل که توی عکابه رفته هم کم از اینا نداره که شبا عکس یه همچین آخونی رو تو ماه میبینن ها. خیلی خوب، حالا من از سیاست هیچی نمیدونم، اصلا نمیخوام بدونم. ببین، اینا الان اینجا منتظرن تو رو ببینن بعد برن. نکن این کارو، ایشالا چه ماهی دیگه برمیگردید. آقا ببخشید تو این موقعیت تنهاتون میذارید. آقا برو سلمان، برو به سلمان. البته بند از این مدتی تموم میشه، فقط مواظب خودت باش، بچه هات هم از طرف من ببوس. شما مواظب خودتون باشین دیدی، فقط اگر حبس هم صحبت فضول کردین. خیالت راحت باش، خیالت راحت باش. آقا ببخشید، بدی خوبی هرچی دیدی از بزرگتری خودتون ببخشید. بخشیدم، ولی چرا داری گریه میکنی؟ مگه قراره بری بر نگردیم؟ بالاخره 50-60مون رد کردیم هر دومون. آقا ما از این شانسا نداریم. بریم، بریم دیرتون میشه. بفرمایید. برو خداحافظ. خداحافظ خانم. به امید دیدار. به امید دیدار. به امید دیدار. بهمن، بچا میدیم. بله بله، بدین. نمیخوام. بدین من میارم. مرسی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. آقا بهمن، مرسی که خانومتون از بیمارستان. آها، خسته بود خوابه. من به جاتون خداحافظی میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. نمیدونم چرا فکر میکنم دیگه اینا رو نمیبینم. به خاطر گریه های لناس یا این همه چمدونه که هیچ وقت با خودشون نمی بردن. من که مطمئن نیستم که خودمونم موندگار باشیم. اگه فکر میکنی فرمان عقب نشه نمیدم، من هیچ جا نمیرم. خب منم هیچ جا نمیرم، ولی نمیذارم بهمن و بچه هاش منتظر عقب نشینی جنابالی بمونن. لنا و سلمان رفتن؟ بله، رفتن. این روزا کم پیدایی خانم دکتر؟ از بچه ها چه خبر؟ نکنه تو هم مثل ما از اونها خبر نداری؟ دل گرفتاریمو بهتر از اونایی بپرسین که بچه های مردمو میکشن تا خودشون بمونن بابا. خوبه، خوشحالم میبینم که این انقلاب کوچه و خیابون این جرأت درشگوی رو به مردم داد و زن و مرد و پیر و جوان رو به جون هم انداخته. چی توشه؟ خیلی پانوسه. جا رو خالی کن، قشنگ بذار بشینم. ببین شما بکن، قبول باشه. دست شما درد نکنه. آقا ناصر، ناصر، ناصر جان. قبول باشه. اینو برسون به بچه‌ها. بجام این دیگه بچه‌ها. اینجوری تا فردا شب هم نمی‌رسیم ها. بجام بابا، بجام دیره. دست درد نکنه. بله. آقا خدا بر ما خاک ننه مونیر به بابا. بابا این چند روز داره بزنه. من مسئولیت رو بگیرم. میگی باز تو پدر منو در آورده از تو منه چی کارش کنم؟ بزن بره چی بره بچه هست؟ جنازه ببینم بله من بره جمال بگی بی کله نبینیم یا حواسم هست بابا. ببین بار داری چپ بکنی گول جمعه و خلوتی جاده هم نخور. حواسم هست بابا. حواست هست؟ حواست به این بغل جاده هم باشه، شونه خاکه ماشینه من رو میاد جاده باری که اصلا خودم میام دلش خودم. پدرم هم میگم حواسم هست، گیر دادی یا بچه که نیستم. رو به من داری که چی آقا مرتضا بسه بره با رفقاش، عالمی داره میونه خرابه های زلزله آخر عاقبت دنیا رو دیدن و پی زنده ها گشتن و رفیق تازه پیدا کرده. اگه نره شما رفیقام ناتو در بیان تا آخر اون بال گردنه. رفیق ناتو کدومه؟ بابا داریم شوخی میکنیم.
مردی شده واسه خودش. بذار بره دو سه روز کلا. فکر کن داری میپرسی تبس دانشگاه. نگرانم دیگه، نگرانم. نگران چی؟ رهی. رهی. رهی یه دقیقه. سید زنگ زده گفت آقا رو بردن پاریس. بس که بنده خدا کوبه تاش ندادن، یه سر از بصره رفته اونجا. تو روزنامه که از طرف اطرافی ها افتادن به سوریه الجزیره جون. حالا یه کشور پر از جبر و کمونیست نمیدونم چرا. ببین اتفاقا خوبم هست، هرچی باشه فرانسه معتقده که آقا ما مهد دموکراسی. رفته اونجا یعنی پیغام ها و تلفن های آقا احتمالا چک نمیشه. خیلی هم خوب. قرمت یه تنابی چیزی بده کن بیاش. جمال یه کارتون بیاری فانوسه رو بذارم توش. بهت میگم برای چی رفتی سرم. حالا مگه چی شده؟ افشین چرا اینقدر کم گرفتی؟ گفتی برنج بیارم برامون؟ مامان رشیدو فرستاده از این فریزر صندوقی ها بگیره براشون. همه دارن یخچال فریزراشون رو پر میکنن. حالا همینا رو استفاده کن. این دوتا چرا خونه؟ گفتم برین تا خبرتون بکنیم. یه روز معلم دارن، یه روز ندارن. یه روز میزنن شیشه های مدرسهشون رو میارن پایین. شلوغه دیگه. معصومه کجاست؟ چرا خودت داری این کارو میکنی؟ فرستادمش فروشگاه، گفتم هرچی کنسرو گیر میاری بخر بیار. کپتن بازم که بی روزنامه اومدی. چه خبر از خیابونا؟ بعد قضیه میدون جالب هر روز داره بیشتر شبیه شهر مرده ها میشه. میری روزنامه بخری میگن تو اعتصابن. میری بانک میگن کارمنداشون نیومدن. اونایی که اومدن سر کارشون از قیافاشون معلومه حال روز کار کردن ندارن. بمون اختلاف هایی که دست گل اینو بیشتی بین نظامی ها و بقیه را انداخته. چه اختلاف هایی؟ قهوه میخوایی بر درست کنم؟ شاپرک تا دو ماه آینده هیچ آژانسی جا نداره. به یاش رو سپردم برامون کنسلی جور کن. یه مدت میریم لندن پیش اهدیه و مادرم اینا، بعد اگه دیدیم اوضاع اینجا طول میکشه تا رو برا بشه میشینیم فکر میکنیم ببینیم کجا برای درس بچه ها و کار من بهتره. آمریکا، اسرائیل، انگلیس. چی داری میگی افشین؟ بدون که به من بگی من مامان بابام اینجا هم من میتونم جایی بیام. مامان پریز بهم زنگ زد خودش نمیاد تا بابا نیاد، ولی قرار شد برای بهمن و فلور و بچه هاشون هم جا رزرو کنیم، البته برای شیکاگو. یعنی فلور خبر داره؟ فکر نمی کنم حتی بابا هم خبر داشته باشه. بهمن دنبال کارای پاسپورت و دلاری شونه. امیرتون هم قرار اون طرف خونه و اقامتش رو جور کنه. شاپرک بیشتر از این نمیتونی منتظر مامان و بابات بمونی. بانکا دارن یکی یکی اعتصاب میکنن. به قول خودشون همین حالا هم میلیارد میلیارد پول از این مملکت خارج شده. هوا داره سرد میشه. کارکنای مخابرات و شرکت نفت هم یه روز میتونن برن سر کار، دو روز نمیتونن. همین حالش هم شب ممکنه بخوابیم و صبح بیدار شیم ببینیم دستمون به حساب بانکی و بلیت هواپیما که نمیرسه هیچ. نمیتونیم یه تلفنم به خارج بزنیم. تو اداره ها دارن عکس شاه و فلح و پایین میکشن. همه جان پیچیده. به جای شریف مامی قراره یه دولت سر تا پا نظامی رو کاره. ای شیطون ای جاسوس بالگوش وایساده بودی پدر سوخته ها؟ وای بابا الهی قربونت بشم. ای بد رفتیم که رفتیم آخ جون. توی غار خیسون پنجره ها عکسی از جمعه غم سیاه به تنش رخته عظیم تو چشمش ابرای سنگی میبینم دور از عبر سیاه خون چکم یا ما خون جای بارون چکم. جبهه ملی هم چند روز پیش تو اعلامیهش اسمشو گذاشته چهلوم جمعی سیاه.
اینو تو حسینی چاپ کردین؟ اونا رو ستشمت از بازار میاره میدیم بچه ها تو شب پخش میکنه. اینه حسینیه که بعد از این دستگل 17 شهریور رو ندونم کاری ساباکی ها که نمیدونم اگه صفر بگیرن چایشون سرنگون میشه، اگه شول بگیرن که تقلق فعلا. میگم فردا به اسم تجمع غیر قانونی تو بهشت زهرا کشت و کشتار نشه خیلی خوبه. اگه فکر نمی کنم اینقدر احمق باشن که بخوام مردم داغدار رو به گلوله ببندن. و شما هم چه باز کردین؟ تو دین و ایمون نداری تهرانی؟ یه چای بده ببینیم. خودت چی؟ ما خسته شدیم از بس تو خونه نشستیم اگه از پروندیم و قور شنیدیم. یه تلویزیون هم که از زمانی که قطبی رو انداختم بیرون توش پر شده از سواکی. بابا قبلی ها که خبراشون رو داد داد میکردن لاقل یه برروی داشتن. این جدیدی ها نه قیافه ای دارن، یه جورای شبیه قاتلان. این چیه؟ اعلامیه ممنوع است. دست نزوزه. شما دیگه خواهشان حرف نزنید، انگار که پالایشگاه آبادان رو تعطیل کردی نشستی اینجا داری پوزشو میدی. اطلاعی از طرف آیت الله گلپایگانی این است. بالا غیرتن یه فردا رو تعطیل کن بی دین و ایمون. خوندمش تو روزنامه. ممنوعه ممنوعه. شما موش بودی چی میشدی؟ کدوم روزنامه؟ روزنامه نیست، همه تو اعتصاب هم. دست پسرمه. تازه امام هم توش مصاحبه کردن. تو نوفل تو شاتوه؟ نوفل شاتو. آه مگه نهی بود برای تو این موتوریه؟ آقا تهرانی این آقا دکتر بها توید که اینجایی که چطوری؟ دقیق به روز خرابکار. همه چی میگن راجب روزنامه؟ نه من نمیدم، تموندم هم بهت نمیدم. برو از رهی بگیر، رهی برو بگیر یخشو در رفت. اکسر اینم کجایی تو دو ساعته؟ چرا پرپات نفتی کرد؟ دیگه من نفسی پر نفتا دعوا شد سر بیستا که یه عمری هم هم بدبخت کرد. خیلی خوب باسته برای زیر کنوری برم. بیزر آقا نفهم بخ بی برو با دنباله بنزین واسه موتوره. تو که نفهی رفتی یه بنزین هم واسه ما بگیر دیگه. برو سر کوچه‌ام دارم میام. فرار کن. خدا میدونه بازیگر گوشه چی رو زدم پر پر کرد. دقیقه دیدید سر اون بدبخت خانه کنم من باشه کنده نسته من زورشم نمیرسه که خارج مارجه بگیره. بجای این کارا یه خود پول خرج کن. ببین از این چیه ترانزیستور ترانزیستور یا یه آنتندارشو برده بگیر. مثلا خیلی سرش ترانزیستور. او ننه خرج جواب بده. من اگه بخوام بگیرم از این ضبطا میگیرم که کاست میخوره. تو بی خود کردی؟ که اون وقت میشینی باهاش پری چقدر بلایی از این چرت و پرتا گوش بدی؟ اساسا پول نداری. آقا بیرام نمیگه. یعنی فردا پس فردا نوار آقا میاد میخوای گوش بدی بعد نداری. گناهش کردن تو اگه این جفنگ نفنگا رو گوش کرده. و من جا دهی بگو باشی جونم از کشید که فضای شبستان را گازهای خفی کند پر کرد. درهای شبستان مسجد جامع شکسته شد و عده‌ای حدود 300 تن از زامن نشینان که در
در کرمان به گولی معروف هستند، پس از شکستن و آتش زدن دوچرخه ها و موتورهای مردم در بیرون، با چوب و میله های آهنین وارد شبستان شدند و مردمی را که برای 40 در گذشت کشته های ۱۷ شهریور تهران مجلس خط برپا کرده بودند، به باد حمله و کتک در این واقعه مأمورانی نیروی انتظامی از دور مراقب و نظاره‌گر اوضاع بودند و به هنگامی که عزاداران اقدام به خروج و فرار از مسجد می‌نمودند، آنها با تیراندازی ایشان را مجبور به بازگشت به درون عجب نامردایی و نامردان این موش همزمان با این حمله خونی که منجر به مسئول شدن جمعی کثیری از مردان و همچنین زنان و کودکان شد، بخش‌هایی از مسجد جامع کرمان اساس و فرش ها و زیدوها و قرآن های داخل مسجد نیز با آتش حاج مصطفی گفت قرآن آتیش زدن بی شرفا باور نکرد. کشته های واقع اطلاعی دقیق در دست نیست. همزمان با این ماجرا از شهرهای دزو، مینا، زنگیان، بند تا چی شد؟ رفتم نمیره تو یه بود صدا شد. اصلا همین فردی برو بگیر گناهشم پای خود یه نمیتونم خانم. بعد بیایی مسئله هست ماشین رو برد چشم خانم. مشکل من توی که همه اختیارتو دادی دست دیگران. اصلا میدونی چیه؟ من شوهرتم، بچه‌ها رو برمی‌دارم میرم، شما هر غلطی دلت خواست بکن. کاش ارزشو داشتی. بچه‌ها ببینم چجوری می‌خوای تکلیفتو از کی شروع شده؟ از صبح که پلور خانم یه سر رفتم پیش خانم بزرگ. چند بارم آقا به هم گفتن برو بهشون بگو آروم‌تر، ولی تموم نشد دوباره شروع می‌کنن. آقا مهمون دارن؟ بله، سرهنگ کهنمون. توبا ببین یه مقداری وسیله از خونه آوردم، یه بخششو دادم معصومه، ببین اگه به درد خودت و رشید میخوره ورد پشت ماشینه. دست شما درد نکنه. سلام. سلام. چیه گفتی با افشین میای؟ خبرش کردن رفته دنبال بلیط. وقت خوبیه برای کارهای هنری. زن شوهر رو میندازیم به جونم میشین به گلدوزی؟ حرف مفت نزن. چیه هر بار می اومدی اول می رفتی بالا، الانم برو بلکه بتونی آرومشون کنی. فلو رو راضی کنم دیگه، گذاشین من بیام اینجا اون وقت ماجرا رو بهش بگین. کاش یه ذره از فهم و کمالات هم مثل خوشگلیم به ارث برده بودی. چه می دونستم دختره میخواد لگت بپرونه. خب معلومه، چون بی اجازه از خودش رفتیم برش بلیط خریدین. اصلا نمیخواد باش صحبت کنی. بالاخره که خودش مجبور میشه بره. بله راضی میشه، چون اسم بچه‌هاشو گذاشتین تو پاسپورت پسرتون. پس اگه نمیخوای بچه‌هاش اونجا بدون مادر تو شهر غریب و کشور غریب بمونن، برو باش صحبت کن. تو که داداشتو میشناسی، نمیتونه خودش هم راه ببره. داداش نه، کلاه گشاد، کلاهی که خودم گذاشتم رو سر دختر مردم. بابا الان میدونم بالا چه خبره؟ فرقی هم نمی کنه.
در صورت بهش گفتم که نمیذارم بهمن اینا اینجا بمونه. ببینم مگه تو نگفتی افشین دیروز بلیطاتونو گرفته؟ افشین رفته دنبال بلیطای درخواستی شما. چهارشنبه مسافرای شما میرن، دوشنبه هفته بعدش ما میریم. مامان نمیدونم واقعا تو مغزت چی میگذره، ولی هر چی هست دوست ندارم بدونم. منظور؟ منظور اینه که تو رفتن لنا و سلمان و اینا حتما یه قضیه هست دیگه، نه؟ امیدوارم که نباشه. شنیدم محمود منصف هم مدیر عاملی جزیره کیش و بلقاش بخشیده و فرار کرده. بله، با اختیاراتی که داشته 100 میلیون دلار خارج کرده. اون دیگه چرا؟ اون که از نزدیکان اشرف بود. احتمالاً از همون طریق قبل از من و شما چیزی شنیده. پری روز نصیری رو از پاکستان با هواپیما به تهران برگردوندن و قراره که بازجوهای زیر دست خودش پرونده سازی کنن. زمزمه بازداشت هویدا به گوش میرسه. توی مجلس لابلای استیضای شریف امامی حرف از تحت تعقیب قرار گرفتن اونه. آش انقدر شور شده که برای دادستان سابق تهران دارن اعلام جرم میکنن، به خاطر اینکه نویسنده مقاله ضد خمینی رو تحت تعقیب قرار نداده و اون همه آتیش رو به پا کرده. همه میدونن که اون مقاله کار ساواک بوده. هنوزم میترسه بیگه کار خدا اعلیحضرت بوده سرهنگ؟ نمیتونم باور کنم تیمسار. هی به خودم میگم که ساواک دورورشون رو گرفته و نمیذاره حقایق به گوششون برسه، ولی وقتی میبینم که هویدا از وزارت دربار مستعفی میشه و بعد به بهانه حفظ امنیتش تو خونش حبسش میکنن. مگه حبسش کردن؟ خبرای دست اول میگیری سرهنگ؟ اگه بخوان هویدا رو بگیرم بعد خیلی های دیگرم بگیرم. منم از همین نگرانم. دستور محاکمه همه کسانی که ظرف این 25 سال به قول خودشون به آزادی و حقوق مردم صدمه زدن صادر شده. تیمسار، این یعنی قربونی شدن خیلیا، خیلیا. هویسی هم معلوم نیست چه غلطی داره میکنه. یه روز قتل عام میکنه، یه روز سربازش از تو خیابون جمع میکنه. امروز هم کارکنهای پالشگاه نفت تهران و وزارت کشور و کارکنهای بانک ایران و انگلیس هم اعتصاب کردن. از اون طرف هم میناچی و بازرگان پشتان رفتن پاریس که در مورد حکومت آینده ایران حرفشون رو با خمینی یکاسه کنن. باورتون نمیشه تیمسار، میگن یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس چش تو چشم اعلی حضرت کرده و گفته شما بهتر نیست خودتون استعفا بدین و برین کنار؟ حتی تو خواب هم نمیدادم یه نفر جرأت بکنه یه همچین حرفی رو به اعلی حضرت بزنه. آدم چابلوس امروز سرش جورا ما خم میکنه و پشتش رو به شما نشون میده، فردا برعکسش. احمق خود قدر قدرش سرهنگ کی موش آدم چابلوس دور اومده جمع کرده که جز حرف خوشی چی نشنوه. راستی سرهنگ، شما نگران سقوط اعلی حضرتی یا خودتو نشونه سرتیپید؟ مگه فرقی میکنه؟ حقیقتش جناب بهادری، پریروز به خانومم تلفن زدن گفتن که ما میدونیم شوهرت ساواکیه، بهش بگو که منتظر دست انتقام خلق باشه. خانومم میگه که این زیر سر قمپوز در کردنهای پسرمون توی سونا و اسکیه، ولی خود من فکر میکنم که کار همکارای حسودمه. البته از احتیاط ما هم جمع کردیم و رفتیم منزل یکی از اقوام. سپه بود هرچی برای گول زدن مردم زندانی های قدیمی رو آزاد میکنن، از اون طرف گزارش ترور این و اون بیشتر میاد به سازمان. سپه بود رئیس یکی از کلانتری های مشهد رو کشتن، اتوبوس آمریکایی ها رو تو اصفهان منفجر کردن، رسماً هم اعلامیه دادن که تنها راه سرنگونی رژیم جنگ مسلحانه توده. این خلق مرقی ها؟ فقط اونا نیستن. شما بهتر از من میدونین که اینجور وقتا بهترین موقع برای گرفتن انتقام های شخصی یه مش نامرد حسوده. باورتون نمیشه، من دوره شورش آذربایجان سرباز وظیفه بودم. وقتی از قزوین رفتم به سمت زنجان و از اونجا به میانه و بعد به تبریز، کنار خیابون‌ها و تو خونه‌ها می‌دیدم که زن‌ها و بچه‌هایی رو قبل از رسیدن ما به اسم دموکرات تیربارون کردن. بعدش می‌فهمیدم که بعضی از اینها به خاطر اختلافات طایفه‌ای کشته شدن، منتها اینا به اسم فتح‌الفتوح ارتش صداشو در نیاوردن.
ببخشید تیمسار، شما خدایی نکرده دشمنی ندارید؟ منظورم اینه که تو دوستاتون، آشناها، فامیل باید داشته باشن؟ نه نه نه، مز احتیاط گفتم. بالاخره اسم بهادری ها اسم ریشه‌داریه. شما گفتین که ماجرای این تهدیدها زیر سر همکارای حسودتونه؟ حدس میزنم. در واقع مطمئنم، به خاطر همون درجه هایی که توی این سالهای آخر گرفتم. یعنی این ترفیع زود به زود شما باعث شده همکارای حسودتون شماره و نشونی شما رو دست مش خلقی آدم کش بدن؟ خب شاید هم فقط میخوان مردم آزاری بکنن، یا اصلا من خودم بی خودی فکر میکنم که کار همکارای حسودمه. بالاخره چی شد که هنموی؟ کار همکارای حسودته یا یه مش خلقی که یه سرنگ بازجوی شکنجگر رو شناسایی کردن حالا به فکر انتقام گرفتن افتادن؟ نه جناب سپهبد، به موتون قسم من در مورد شغلم به شما دروغ نگفتم. به جان بچه هام قسم، به جان اعلی حضرت. پس تو رو جون همون بچه ها یه چیزی بود که باور کنم. تو روز نشده که بیای اینجا اساساتت همکار رو صحبت نکنه. بالاخره قضیه چیه؟ هر روی شونه های اونو بارا رفته که چشم دیدن تو ندارن، یه کسافت کاری و بخور بخوراشون رو لو دادی. باشه، حقیقت رو بهتون میگم تیمسر، فقط خواهش میکنم بین خودم و خودتون باشه، چون درس پیدا بکنه قطعا برای من بد میشه و کسی هم حرف شما رو باور نمیکنه. من کنار شغلم شغل فرعی دارم که 2 سال پیش به خاطر وظیفه شناسیم به من محول شده. همکاران به خاطر سرکشیدن من توی بعضی از مسائل بوهای برده بودم، ولی اونا نمیدونن که این شغل رسمی منه. رسمی که اون چی باشه؟ مأمور مخفی دفتر ویژه اطلاعات. مطمئنم که تا به حال همچین چیزی به گوشتون نخورده تیمسار. این شغل سریه یه سری از آدم های مورد وسوقه، البته در همه بخش های سواک و احتمالاً در رکن 2 ارتش و اطلاعات، حتی ضد اطلاعات شهربانی و ژاندارمری. تیمسار، من هر کجا که باشم و هر درجه‌ای که داشته باشم مأموریت دارم در مورد عدم رضایت و رضایت همه کسانی که با اونها در هش و نش هستم گزارش تهیه کنم و بفرستم برای مقامات بالا. کیا؟ نمیدونم، فقط میدونم کسانی که مستقیم زیر نظر اعلی حضرت خدمت میکنن، حتی بالاتر از رئیس کل ستاد مشترک، رئیس کل سازمان امنیت. از همین طریقم هم. درجه هم؟ بله، از وقتی که مأمور ویژه شدم. چون همکارام خبر ندارن فکر میکنن دلیلش پارتی بازی و زیرپاکشی و موسموس کردن دنبال امثال ثابتی و ایناست. برای همینه که هیچ کس چشم دیدن منو نداره. باور بفرمایید، حتی در مورد اون هم از من گزارش خواستم و من این کار رو کردم. البته این هم بگم، در بعضی مواقع هم گره‌گشا هم بودم. اگه مطمئن بودم شما و اونها ازم نمیرنجین بهتون میگفتم مثلا کی، ولی متاسفانه تا این حتم نمیتونم سفره دلمو برای همکارام باز کنم. برای همینم خودتو تو جمع ما جا کردی؟ نه تیمسار، باور بفرمایید، من تا به حال هیچ گزارشی در مورد شما و دوستانتون رد نکردم. حقیقتش اولش به همین قصد و نیت دخترتون رو واسطه کردم و وارد جلساتتون شدم، ولی حالا با این اوضاع و احوال فکر میکنم دلیلی دیگه نداره برای این کار. تیمسار، دوستی با شما و خانواده شما برای من مقتنم تره. چجور مقتنمی؟ سبب بود، باور بفرمایید. دیگه خیلی سخت بشه یه دونه از باورهای تو رو باور کرد. باور بفرمایید سبب بود، من امروزم خدمت شما رسیدم برای گرفتن قوت قلبه. خواهش میکنم منظور منو بد تعبیر نکنید، من اهل رشوه گیری و باجگیری نیستم، هیچ وقتم اهل زد و بند با کسی نبودم. البته بعضی وقتا سعی کردم اداشو در بیارم، ولی همیشه به خودم فکر کردم که اگه در دستگاه همایونی وظیفه‌ام رو درست انجام بدم دیگه نیازی به اینجور چیزا ندارم. البته شاید به قول خانومم واقعا عرضه زد و بند با کسی رو ندارم که اینجوری فکر میکنم. یا من سن و سالم اینقدر رفته بالا که نمیتونم تو رو بفهمم، یا تو نمیتونی منظور تو من بگی. احتمالا همون دومیه.
تیمسار، من یه کمی دیر پای پله های ترقی رسیدم. تقریبا 50 سالمه. از قمپوزر کردن های پسرم جلوی پسرتون بگذریم، به حد کافی دارم که زن و بچه همو بردارم ببرم خارج. اما بعدش چی؟ یه سرهنگ امنیتی اداره پنجم، اونم با سن و سال من، چه کاری ازش برمیاد جز جاسوسی علیه مملکتش؟ سپهبد، ازتون خواهش میکنم اگه قرار شد برین، دست من و خانوادم هم بگیرین. ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه سن، این هم بوق داره هم صندلی، تازه ماشین مسابقه هم هست. من از ماشین بازی خوشم نمیاد. چرا؟ این از ماشین مسابقه هست، ببین نگاه که چه سرعت میره. فلور، بر میگردیم، هم ما هم شما، ایشالا زیاد طول نمیکشه. اگه من اشتباه کردم شاپره، خیلی اشتباه کردم، گاهی از فکر اشتباهاتی که کردم مغزم تاق میکنه. چی داری میگی؟ چه اشتباهی کردی تو؟ نمیفهمم چی میگی. استوا جان، بچه دار شدنم، بچه دار شدن دوبارم. شابرک، به خدا من گل هدای معصومانه و بمزه بازیاشو خوردم. من الا حتی پدرم که گولش است و عداهای باباتو خورده بود، بهم گفت این شوهر نیست که تو بتونی بهش تکیه کنی. بهمن بهادری زربر میکاره و بچه میزنه. وای وای بهمن، با ببند اون در لعنتی رو. حالا خب میریم که فلور. بابا جون هایدا و رکسانا، اینقدر گذشته تو زیرا رو نکن. ببین عزیزم، تو الان باید اینجوری نگاه کنی، اصلا چقدر اتفاق خوبیه. اصلا اینجوری تو میتونی زندگی تو از مامان بابای مسوا کنی، یه کاری بکنی شوهرت رو پای خودش وایسه. ها بعدم 2-3 ماه که بیشتر نیست، خواستی میمونی خواستی برمیگردی. فلور نگاه کن ماما، بابا چون خواهر بزرگی دیگه. میگی برم؟ من فکر میکنم خودت باید تصمیم بگیری. تو بگی میرم، با اینکه میدونم مجبورت کردم پی بالا با هم حرف بزن. مامان گفت بیام باهات صحبت کنم، اما اگر به خاطر عاقبت این دوتا بچه نبود امکان نداشت باهات حرف بزنم. میدونم، بدون من کارشون به پانسیون میکشه، ولی من اینو دارم به تو میگم شاپرک، اگه برم دیگه بر نمیگردم، هیچ وقت، به هیچ قیمتی، چه بهمن بخواد درست بشه چه نخواد. بچه‌مو بر میدارم یه راست میرم آلمان پیش مادرم، میخوام به خاطر بچه هم وادار به رفتنم کنم. باشه، حرفی نیست، ولی من دیگه اجازه نمیدم زندگی من و بچه هام بازیچه یه مش آدم خودخواه از همه جا بیخبر بشه. عزیزم میدونم تو الان عصبانی هستی. نه نمیدونی، تو هم نمیدونی شبرک. مردم از ترس تا 3-4 روز کشته هاشونو توی خونه لای یخ نگه میداشتن. شاپرک، من هنوز 3-4 تا تیر خورده این برونور دارم که باید یواشکی بهشون سر بزنم. توقع داری به پدر و مادر پیری که منتظر ویزیت 2 روز در میون دخترشونن چی بگم؟ بگم ببخشید میخوام فرار کنم؟ به کدوم آدم فهمیده ای توی این خونه میشه این حرفا رو گفت؟
بهم بگو به کی. بکنم پروازتون چهارشنبه هفته دیگه است. اما میدونی که فرانکفورت آلمان توقف دارید. اگه پرسیدن بگو من رفتم. چهار روزه دارم بهتون میگم اینا رو از اینجا بردارید که گوش شنوا ببرید یه جایی بذارید که جلو چشم نباشه، ولی بذاریدش تو انباری. خانم چی شد پس؟ اومد یه راست بفرستیدش بیاد داخل. آقای فریبا، آقا شاهین از اف اف میگه مثل اینکه نشسته تو ماشین نمیاد بالا، میگه خودتون بیاین پایین. یعنی چی؟ برید بهش بگید من این بالا منتظرم بیام بالا دیگه. میگه مثل اینکه اصرار داره اول با خودتون برین اون خونه رو ببینه. کدوم خونه؟ دیوونه است؟ خیلی خوب، برید بگید اومده. باش. اون مجردی یکی از دوستانمه. هفته پیش با خانواده‌اش رفتن استرالیا. خودش فکر میکنه ذوق شاعرانه داره. اونجا رو هم درست کرده برای خلوت کردناش. تلفنی ازش اجازه‌شو گرفتم تا نتونه؟ آخه میتونم اینو بردارم. هرچی اون تو اسمال شماست، گوشت و مرغ و این چیزام تو فریزرشه. تو چیز؟ جای اخیش. امیدوارم آشپزی هنوز یادتون نرفته باشه. یه خورده خواهش میکنم مراعات کمبود این روزا رو بفرمایید. متوجه منظورم میشید که؟ بله بله آقای فریبا، شما داری من پیرزن رو خیلی خجالت میدی. باور کنید اگه پولای پسرم رو بهم برگردونده بودم. حرفشم نزنید خانم. این کارایی که من کردم در مقابل سختیایی که شما کشیدید هیچه. نه نه نه، اون از اون همه دوندگیاتون برای آزاد کردن من. من خانم اردکان، وقتی مطمئن بشم یه نفر حقش ضایع شده، هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. به قول این سرلشکر مدبر، همین که دنبال کاراتون بود، این ساواک اگه احمق نبود به جای جاسوس درست کردن از شما میداد قصه رنج و مصائبتون تو سیبری رو چاپ میکردن تو روزنامه ها. معلومه گزارشات توی پرونده من به گوش شما هم رسیده. تا همین حده. البته شما هم شانس آوردید به این دستگیری های هزار تا هزار تایی و این آزاد کردن های صد تا صد تایی خوردید. اینو معمولا صبونه میخورن، باید با شیر و آتیش کنید. کورن فلیکس، ذرت امریکایی. اینجا یه وان تمیز هست، یه دوش. میتونم وان آب رو پر کنم؟ آب طبقای پایین قطع نمیشه سر صدای کسی در بیاد. اگه با خاک سیگارتون خودتون این خونه رو آتیش نزنید. نه، این شماره تلفن دفترمه. شماره تلفن خونه هم پشتش نوشتم. کار داشتید زنگ بزنید. فعلا یکی دو روز اینجا استراحت کنید تا بعد با اون نویسنده‌ای بود که با هم صحبت کردیم برسیم خدمتتون، در تو کارو مفصل با هم حرف بزنیم. باشه باشه. کسی که به حرفمون گوش نمیکنه، یعنی نباید اول به تلفن خونه بگم با کی میخوام صحبت کنم. مادر من، تموم شد اون روزا، راحت باشین. فقط کافیه این گوشی رو بردارید، صدای بوق رو که شنیدید شمارتون رو بگیرید. بعد با من یا هر کسی که خواستید صحبت کنید.
مطمئن باشی که کسی نمیدونه شما اینجا الان هستید. نه کاگبه، نه ساواک. ممنون پسرم. خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی ممنونم ازت. خب کاری با من ندارید فعلا؟ چرا چرا؟ شماره تلفن و آدرس رهیم بهم بدی. الان که همراهم نیست. میرم دفتر از توی قراردادش در میارم، بهتون زنگ میزنم. خداحافظ. میگم کاش میتونستید خود رهی رو راضی کنید قصه‌مون رو بنویسه. راضی نمیشه. شما که بهتر از من میدونید. افکار رهی با شما و مرحوم اردکانی. آره. شناختمش تو زندان، این پسر بی وفا رو. نگران نباشید خانم. این نویسنده‌ای بود که صحبتش کردم. کارش بد نیست ها. حالا کافی بهش بگید چی بنویسه و چطوری بنویسه. مزیتش اینه که دیدید برعکس رهی بعد یه ما کتاب زندگیتون رو تحویلتون داد. راستی شما گفتی خود این شاپرکه بهادری پادر میونی کرده بود برای آزادی رهی؟ نه نه، من گفتم اون پیرمردی که خودشو پدر بزرگ رهی تو معرفی کرد، اون اومد ازم آدرس شاپرک بهادری رو خواست. منتها من فقط تونستم ملکار عموشون رو پیدا کنم، محمود رضاشون. کجاست؟ یوسف آباد. یه کازینو داره به اسم فرزم هم هستن نسرین. عبدالرضاشون هم سمت خونه شاه میشینه، نیاوران. راستی برای چی میپرسید اینا رو؟ پسرم کاش میتونستی آدرس این بهادوری ها رو برام پیدا کنی. عبدالرضا، محمود رضا، حتی شاپرک و کس و کاراشون. خیلی دلم میخواد بدونم تو این مدت که من و رهی این همه مصیبت کشیدیم اونا چی کار میکردن؟ چه زندگی داشتی؟ گمونم برای کتاب قصه خودت هم خوب باشه. بالاخره این نویسنده فلک زده که میگی خودم باید بهش بگم چی بنویسه. بیچاره باید بدون آخر عاقبت هر کدوم از ما چی شده. نه پرت و پلا میگم درست جون. چشم، هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم. دیگه هیچ. برو، میخوام برم تو وان یه سیگار بکشم. چشم، بهتون زنگ میزنم. کلید رو دره. خداحافظ. الو؟ الو؟ با آقای اردشیر خان کار داشتم. همسر شهید جواد اردکانی هم جوون. یه پیغام از طرف دایی یوسف آوردم. در ضمن چمدون لباسایی که با خودم آورده بودم تو راه گم شد. خودم بی لباس موندم.